من داستانی برای تو میگم. سالی از سالها که تازه دولت شوروی سقوط کرده بود و ما هم دیگه در یک مؤسسه کمک رسانی کار میکردیم و به ما مردم اومده بودن از یک ده دوردست از افغانستان به اون مؤسسه که برای ما یه دونه یک چشمه میاد از کوه به ده ما و این 6 کیلومتر راه میاد این چشمه آبش و در راه آبش هرز میره. حالا آب کم شده و ما آب میخوایم، اگر اینو برای ما با سیمان بسترش رو چی کنید که آب هرز نره. به این منظور رفتیم به اون ده که آخر دنیا بود، بگیم به یک حساب آخر دنیا بگیم دیگه، در وسط افغانستان، در جنوب افغانستان، در استان زابل، یک جایی میگفتن به نام شینکی. بعد از شینکی میرسیدی به کلی اسدالله خان، اسم کلی یعنی اسم دهشم به اسم همون رئیس ده بود. رفتیم اونجا. خب اونجا که هتل نیست و ما باید چند روز اونجا باشیم، خب قانون این بود که میرفتی خونه رئیس ده. رفتیم خونه رئیس ده. خب یک مردمی که نه برق داره و اینجور که جاده نداره. یادم میاد که شبا که بعد از اینکه برای پروژه میرفتیم میومدیم پیش در دفتر این، در خونه این آقا، در مهمون خونش که مهمون خونه بزرگی بود، زیر نور فانوس که غذا برام میآوردن، بعد از اون میدیدن که بعد از خوردن غذا چهرهای جدید میدیدم هر شب، همون دو هفته ای که اونجا بودیم یا بیشتر، چهرهای جدید میدیدم هر شب. این بعد از غذا میپرسید که اسم شما چیه، بعضیا رو میپرسید بعضیا رو نمیپرسید، بعضیا رو احوالپرسی میکرد بعضیا رو میپرسید که شما کی هستی، پسر کی هستی. آخر من طاقت نیاوردم، بعد دو سه روز گفتم این چطور میشه که تو مهمونات نمیشناسی، اینا که مهمونت هستن. گفت اینجوریه که اینها از کوههای اطراف میان، پیاده میان، جاده نیست. ما هم که رفته بودیم با ماشین، هرچند گرفتیم ماشین ما یک شب تو راه خراب شد، اینقدر جاده نبود. اینا اصلا از کوه ها می اومدن. میگه قانون ما، قوم ما این است که مثلا صبح حرکت میکنه، شب به هر جا که رسید به نزدیکترین ده میره، مهمون خونه که نیست، میره خونه رئیس ده، اونجاش میخوابه و صبح دنبال سفرش میره. یعنی صبح یا اگه از شهر داره برمیگرده، شب به شب برخورد کنه، شب راه نمیره، شب میاد مثلا تو هر دهی که رسید همون ده داخل میشه، نمیپرسه که ازش که برای چی اومدی. میگه قبل از غذا از اینا نمیپرسم چون که ادب نیست، بعد از غذا اگه نپرسم ناراحت میشن. میگه بعضیا جوونن نمیشناسم. پیرمردی بود همین رئیس ده اسدالله خان، شاید حالا مرده باشه، حرف مال خیلی وقت هم، تازه رو شوروی از افغانستان رفته بود بیرون و میخواستن افغانستان رو آباد کنن از طرف مؤسسات بیرون افغانستان. گفت که بعضی ها که جوانن من نمیشناسم، اما اگه اسم پدرش بگه، اسم پدر بزرگش بگه، میشناسم. با خودم تعجب کردم که ببین اینا مثل 500 سال پیش زندگی میکنن، نه جاده، نه برق، نه آب. ولیکن در اونجا من یک چیز جالبی دیدم. وقت غذا خوردن حتما باید دستتو میشستن، اول غذا بعد غذا. غذاشون یا مرغ بود، نه خفاش بود، نه کرم بود، نه یا گوشت گوسفند بود، یا یک سبزی بود تازه و یک نون خیلی خوشمزه که خودشون میپختن و هیچ به اصطلاح آلودگی نداشت، بلکه خیلی خوشتر. خب اینا این فرهنگ از کجا گرفتن؟ یعنی روزی سه بار دست ما رو میشستن برای غذا، شش بار میشد قبل از غذا بعد غذا، با خودشون در وضو هم 5 بار میشورن، 11 بار. فکر کنید که انسان دستش 11 بار در روز بشوره. این فرهنگی که به اون مردم در اون کوه داده، اسلام داده دیگه، خودشون که نرسیدن بهش. یک نفر میگه بس همینا، ولی فهمیدهشون که خارج رفته بود، حتما چین رفته بود. میگه ما شکر خدا رو همیشه میگم که ما مسلمونیم. میگه اگه ما مسلمون نمی بودیم، با این بدبختی هایی که ما داریم، با این فقری که ما داریم، ما چیا که نمیخوردیم؟ هیچ چیز نمیخوردن، نه موش میخوردن. چرا نمیخورد؟ اصلا تصورش هم نمیشه کرد. نه مرغ مرده رو میخوردن، مرده بود مینداختن، چون که اسلام به اینا یاد داده. و نه اینکه مرغ رو چکش میزدن میکشتن میخوردن مثل که اینا میکشن، نه زنده میخوردن. لذا این نعمت اسلامه که ما داریم، چینی ها نداره.